لیز چینی از مقام های حزب جمهوری خواه آمریکا میگوید ما مسیر درستی را انتخاب کرده ایم و من خوشبین هستم که به اقدامات بسیار سختگیرانه علیه رژیم ایران ادامه می دهیم. White House National Security Advisor John Bolton meeting with foreign policy and Pentagon officials to weigh تلویزیون فاکس نیوز. مشاور امنیت ملی جان بولتون برای بررسی استراتژی دولت آمریکا در قبال ایران با مقامات سیاست خارجی و پنتاگون دیدار کرد. این دیدار چند روز بعد از اینکه دونالد ترامپ به روحانی هشدار داد دوباره آمریکا را تهدید نکن انجام شد. ما انتظار چه چیزی را می توانیم داشته باشیم؟ لیز چینی از حزب جمهوری خواه که لحظاتی پیش با جان بولتون دیدار داشته توضیح می دهد. ما جلسه بسیار خوبی با مشاور امنیت ملی داشتیم. رئیس جمهور آمریکا دقیقاً کار درستی را انجام داده است. ما در رابطه با مواردی که بسیار مهم بود صحبت کردیم که شامل بیرون کشیدن از توافق هسته‌ای با رژیم ایران بود. این توافق برای رژیم ایران یک مسیر برای دستیابی به سلاح هسته‌ای فراهم می‌کرد. کمپانی‌ها در سراسر اروپا باید تصمیم گیری کنند که آیا می‌خواهند با ایالات متحده تجارت بکنند یا با رژیم ایران. ما باید بر فعالیت‌های رژیم ایران و برنامه موشکی آن نظارت کامل داشته باشیم. رژیم ایران باید بفهمد که این گونه رفتار آنها برای ایالات متحده آمریکا غیر قابل قبول است. من بسیار خوشحالم که رئیس جمهور ترامپ و مشاور امنیت ملی جان بولتون رهبری این تلاش‌ها را به عهده گرفتند که مطمئن شویم هر کاری که بتوانیم انجام بدهیم تا از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی جلوگیری کنیم. دولت باراک اوباما 1.5 میلیارد دلار مالیات دهنده های آمریکایی را به رژیم ایران داد. وزیر خارجه جان کری به عنوان رئیس اتاق بازرگانی رژیم ایران به سراسر دنیا سفر می کرد تا کشورها را به سرمایه گذاری در ایران تشویق کند. در حالی که اقتصاد در ایران به وسیله سپاه پاسداران اداره می شود. ما در حال حاضر با اقدامات بسیار سختگیرانه مسیر درستی را علیه رژیم ایران در پیش گرفتیم.